اول از همه با ساپورت شروع میکنیم که خیلی هم اشاره کردم بهش. برای بررسی ساپورت ما سه تا شکل معروف داریم که اینجا داریم میبینیم، تو اینترنت هم سرچ بکنیم میاره این شکل رو براتون. خب منظور از ساپورت چیه؟ همونجور که ما اشاره کردیم توی فرآیند FDA و کلا توی فرآیندهای چاپ سه‌بعدی ما قطعمون میاد به صورت لایه لایه تولید میشه. این لایه لایه بودن یه محدودیت برای ما میاره و اینکه وقتی یک لایه بخواد قرار بگیره باید زیرش یک لایه قبلی وجود داشته باشه. اگه لایه قبلی وجود نداشته باشه اون لایه کلا روی هوا رها میشه و میاد میچسبه به بستر چاپ. الان شما این قطعه تی رو در نظر بگیرید. خب این قطعش از این پایین که شروع بشه اینجوری لایه ها رو هم قرار میگیرن و میاد بالا. وقتی که این لایه بخواد پرینت بشه، این لایه، این جزءش که اوکیه، مشکلی نداره چون زیرش یه بستری وجود داره و اون جزءش روی بستر قبل قرار میگیره. اما این دوتا جزئی که اینجا داریم میبینیم، این جزء و این جزء، اینا وقتی که لایه‌شون بخواد پرینت بشه چون زیرشون بستری وجود نداره که لایه روش قرار بگیره، متریال اصلا این بالا سقوط میکنه به سمت پایین و قطعمون پرینت نمیشه. برای همون ما میام چیکار میکنیم؟ یه ساختار داربستمانند رو همزمان با قطعه پرینت میکنیم، میاریم بالا تا زمانی که این قطعه خواست، این لایه خواست پرینت بشه روی این داربست زیری قرار بگیره و بعد از اینکه پرینتمون تموم شد میایم و این داربست رو از قطعه جدا میکنیم. حالا این داربست اشاره کردم بعد دو تا ویژگی داشته باشه. یکی اینکه نقش داربست بودنش رو خیلی خوب اعمال بکنه و مورد بعدی هم که بعدن راحت جدا بشه، که این در واقع میشه یه تیغ دو لبه دیگه. بعد ما پارامترها رو توی اسلایسر طوری تنظیم بکنیم که هم خوب ساپورت باشه و هم خوب جدا بشه. پس این نکته رو بعد منظرم باشه. اگر هم احیانا ساپورتمون رو بخوایم به روش انحلالی رفعش بکنیم دیگه این مشکل رو نداریم. یعنی صرفا تمرکزمون رو می‌ذاریم روی اینکه ساپورتمون نقش ساپورت بودنش رو خوب اعمال بکنه و جدا شدنش دیگه برامون مسئله نیست چون می‌خوایم حلش بکنیم. پس این شد کلیت ساپورت. پس تو همچین حالتی ساپورت نیاز داریم. دو حالت هست که ما لایه بالایی که می‌خواد روی لایه پایینی قرار بگیره، لایه پایینی وجود نداره ولی به ساپورت هم نیاز نداریم، که یه دونش برمیگرده روشی به 45 درجه، یه دونش هم بحث بریجینگ. حالا اول بریجینگ رو بررسی می‌کنیم. این لایه که بچه‌ها بخواد پرینت بشه، این لایه، خب این قسمتاش که اوکیه، منتها این قسمت وقتی بخواد پرینت بشه، این قسمت وسطیه، خب زیرش ساپورتی وجود نداره دیگه. بعضی موقعا ما میگیم که چون که دو تا پایه این برانورش قرار داره، این رشته پلیمری میتونه از این پایه بریج بکنه به این پایه، یعنی کشیده بشه رشته پلیمریمون، و گفتن زیر 2 سانتی متر این بریجینگ میتونه اتفاق بیفته، ولی شما در نظر بگیرید زیر 5 میلی‌متر یا مثلا 1 سانتی متر، زیر 1 سانتی متر باشه این بریجینگ میتونه اتفاق بیفته و دیگه به ساپورت نیازی نداشته باشه. پس این رشته پلیمری از اینجا کشیده میشه میاد و به این قسمت متصل میشه، دیگه نیازی به ساپورت نداره. این یه حالته که بهش میگیم بریجینگ. توی نرم‌افزار سیمپلیفای هم که بخوایم بررسیش بکنیم با همون نام بریجینگ شناخته میشه. و مورد بعدی هم شیبه 45 درجه. شما اگه بخواید دقت، اگه بخوایم در واقع پرینت این قطعه رو بررسی بکنیم، این لایه بالایی که میخواد لایه پایینی قرار بگیره، یه قسمتایش ساپورت میشه ولی یه قسمت ریزی ساپورت نداره. اینجا هم میگیم اگه اون زاویه 45 درجه باشه، لایه پایینی میتونه به عنوان ساپورت لایه بالایی عمل بکنه، هرچند با اینکه یه قسمتایش روی ساپورت قرار نمیگیره، مثلا این مکعبی که اینجا داریم میبینیم، این قسمت خب زیرش ساپورتی وجود نداره، ولی چون شیب 45 درجه است مشکل نداره. این 45 درجه میتونه در واقع دهنه وایمون میتونه بازتر هم باشه، مثلا تا 50 درجه حتی الی 60 درجه اینا هم میتونه جواب بده، ولی حالت علمیش همون 45 درجه است. اگه از 45 درجه بازتر شد به ساپورت نیاز داریم.